ائتلاف‌های سیاسی و همبستگی‌های سیاسی این روزها در اپوزیسیون چقدر موفق بودند؟ محور بحث در این برنامه بر پیامدهای منشور موسوم به منشور جورج‌تاون بر آینده احزاب کردی است. در این برنامه با دبیرکل حزب کمله کردستان ایران و سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران گفتگو می‌کنیم. آقای عزیزی، چه اتفاقی افتاد که در هفته های اخیر، در ماه های اخیر بین احزاب کرد به نظر میاد اختلافاتی شنیده میشه؟ طبیعتا اختلاف نظر کاملا عادی است، ولی به تبعیت از این واقعیت که این جنبش داخلی در داخل ایران یا این جنبش ژینا مهسا امینی که از کردستان شروع شد و خوشبختانه وحدت و هماهنگی و ما در داخل ایران در اوج خودش می‌دیدیم، به اون شیوهی که مناسب بود در خارج از کشور اپوزیسیون موفق نشد اینو مدیریتش بکنه در جهت درست کردن یه آلترناتیو که این جنبش رو در حد خودش رهبری بکنه. من فکر می‌کنم اغلب سازمان‌ها و احزاب سیاسی آمادگی کاملی نداشتن که چطور با این وضعیت تعامل بکنن. در نتیجه طبیعی است در موقعی که از آلترناتیو سازی، بدیل سازی، چگونگی مدیریت این جنبش و اداره آینده ایران صحبت میشه، این اختلاف نظر پیش میاد. بین احزاب کردی مشخصا بگم کومله و دموکرات، ما در حال حاضر در مرکز همکاری احزاب کردستان ایرانی با هم همکاری داریم، ولی طبیعتا تا اونجایی که به مسیر آلترناتیو سازی مربوط هست اختلاف نظرهایی هم داریم. اختلاف نظر جدیه. اختلاف نظرها، خب ما به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران معتقد هستیم که اصولا این آلترناتیو بایستی در توافق و در چگونگی همکاری سازمان‌ها و احزاب سیاسی شکل بگیره. ما معتقد نیستیم که این آلترناتیو از بطن چگونگی نقطه نظر و چگونگی دیدگاه سلبریتی‌ها میتونه تنظیم بشه. من شخصا به سلبریتی ها و شخصیت های منفردی که به شیوه های مختلف مبارزه می کنن علیه جمهوری اسلامی واقعا براشون احترام قائل هستم، ولی معتقد نیستیم اداره ایران و بایستی به سلبریتی ها سپرد. علتش اینه که ما فکر می کنیم در جامعه مدرن امروزی، حتی در کشورهایی که دموکراسی تبدیل به فرهنگ و مؤسسات شده، این احزاب سیاسی هستند در رقابت با همدیگر در مورد چگونگی اداره کشورشون رقابت دارن و همکاری دارن. خودتون میدونید در بسیاری از کشورها اون چیزی که شما به عنوان سلبریتی ازش اسم میبرید حتی به رهبری کشورها میرسن، و این در اروپا، در آمریکا ما نمونه هاش رو دیدیم. یعنی این مرزها به نظر میاد شکسته شده. حالا اگر موفق بوده یا ناموفق بوده میشه در موردش بحث کرد. و نکته دیگر این هست که شما خب در این مجموعه که خودشون هم ادعا ندارن که اونها در پی ارائه آلترناتیو هستن، میگن این یک همبستگی است در جهت اینکه فضا فراهم بشه برای ائتلاف‌های سیاسی که بعد پیش بیاد و شکل بگیره. شما وقتی صحبت از این می‌کنید که آینده کشور رو نمی‌خواید در دست آلترناتیو‌ها رو در دست سلبریتی‌ها ببینید، مثلا شاهزاده رضا پهلوی رو شما سلبریتی می‌بینید؟ تا زمانی که آقای پهلوی از دیدگاه و نقطه نظرات یک جریان سیاسی، یک حزب سیاسی که برنامه دقیق حزبی خودش یا جریان خودشونده، شرکت ایشون به عنوان سلبریتی محسوب میشه. علتش اینه که ما تجارب داریم. تجارب قبلی ما به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران بیشتر این بوده که با احزاب سیاسی بتونیم به توافق برسیم. علتش هم اینه سلبریتی ها یا شخصیت های مستقل سیاسی فقط در مقابل خودشون مسئول هستن. یه جریان، یه حزبی، یه کنگره، یه کنفرانس، یه کمیته مرکزی ازشون حساب پرسی نمی کنه. هر وقت بخوان در این مسیر باقی میمونن، هر وقت هم نخوان اونو ترک میکنن. و هر حال طبق همون اصولی که ما در حزب خودمون داریم،
موافق میکنین در ایران در مخالفت با جمهوری اسلامی مخصوصا در خارج از کشور به حد کافی جریانات سیاسی از طیف‌های مختلف دیدگاه‌های مختلف وجود دارن؟ موقعی که اینا وجود دارن چه لزومی داره ما دوباره در جامعه ایران تشویق فردگرایی و انفرادگری بکنیم؟ جامعه ایران احتیاج به سازماندهی داره، جامعه ایران احتیاج به این دارن که مردم یاد بگیرن، تمرین بکنن چطور خودشون رو در قالب سازمان‌ها و احزاب مختلف سازمان بدن. شما برشک سال‌هاست کار سیاسی می‌کنید، حزب دموکرات که دهه‌هاست سابقه این کار رو داره. به نظر میاد احزاب سیاسی معمولاً عملگرا هستن، یعنی به دنبال این هستن که اون چه که مقدور هست رو برای برشک رسیدن و اهدافشون دنبال بکنن. مثلا حزب دموکرات کردستان الان به آقای پهلوی به عنوان یک سرمایه سیاسی نگاه نمیکنه که نیاز هست با ایشون تعامل کرد. مثلا آقای پهلوی احیانا با حزب دموکرات اصلا تماسی داشته، دفتر ایشون تلاش کردن که گفتگویی بین حزب دموکرات کردستان و ایشون. حقیقتش اینه در این اواخر ما هیچ تماسی نداشتیم، قبلا تماس داشتیم، قبل از این جنبش ژینا مهسا علیه جمهوری اسلامی یا جنبش زن زندگی آزادی خیلی وقت قبل، میشه گفت چندین سال قبل تماسایی داشتیم، گفتگوهایی هم داشتیم، ولی در جریان این جنبش نه، هیچ تبادل نظری، هیچ گفتگویی بین حزب دموکرات و آقای پهلوی در میان نبوده. خب اون تماسایی که قبلا صورت میگرفت با چه انگیزه انجام میشد؟ سیاست ما این بوده که ما با تمام مخالفین جمهوری اسلامی حقیقتش اینه رابطه خوبی داشته باشیم، گفتگو داشته باشیم، در مورد مسائل مختلف تبادل نظر بکنیم. از نظر ما گفتگو تبادل نظر با مخالفین جمهوری اسلامی از هر طیفی که باشن کاملا طبیعی است و اصولا باید جامعه ایران رو یاد بدیم از دیدگاه قطب بندی کردن جامعه، پولاریزه کردن جامعه، اتمیزه کردن جامعه به شخصیت‌های مختلف، احزاب مختلف توجه نکنه، بلکه به همه اینا جای خودشونو بده. ولی متاسفانه تا به حال این مسیر چگونگی پروسه آلترناتیو سازی با شرکت اشخاص منفرد و احزاب تو اون نتونسته در یه مسیر پیش بره که یه اجماع نسبی داشته باشه. من فکر میکنم این منشور جورجتاون درش عجله شد و این منشور موقعی که عده‌ای با هم به توافق میرسن، به هر حال من که قبلا هم گفتم برای نظرات اونا، راهل‌های اونا، نقشه سیاسی اونا برای آینده ایران کاملا احترام قائل هستم، ولی با دیدگاه ما حزب دموکرات چی از منظر حزبی و از اینکه ایران یک کشور چند ملیتی هست و اصولا قبول کردن این واقعیت به عنوان صورت مسئله بایستی چگونگی منشورها یا توافقها با همدیگر تنظیم بشند. این منشور قبل از اینکه منتشر بشه مثلا با شما مشورتی نکرد؟ حزب دموکرات کردستان اصلا هیچ مشورتی نه، اصلا من اتفاقا اون موقع در واشنگتن بودم، منشور رو ندیده بودم، هیچ کدام از اونا این موضوع با من در میان نگذاشتند. حتی آقای معتدی با شما صحبت؟ هیچ کدام از اونا جزئیات این منشور رو با من در میان نگذاشتند. یعنی آقای معتدی اصلا در طول این چند ماهی که مثلا ایشون احتمالاً تماس داشته با آقای پهلوی که این اتفاقات افتاده با شما هیچ مشورتی نمی‌کرده؟ حداقل تا اونجایی که مربوط به چگونگی تنظیم این منشور هست، منشور جورجتاون، نه هیچ مذاکرات و گفتگوهایی به اون صورتی نداشتیم. پس در مرکز همکاری احزاب کردی این مسائل مطرح نمیشه؟ در مرکز همکاری احزاب کردی ما در چگونگی تنظیم رابطه این مرکز با جریان‌ها و طیف‌های مختلف گفتگو داریم، ولی تا اونجایی که به این منشور مربوط هست این مرکز به این نتیجه نرسید که این مرکز به عنوان این مرکز وارد پروسه این منشور بشه. چیزی که ایشون روش کار کردن بیشتر به شخص خودشون یا حزب خودشون مربوط هست، نه حزب دموکرات کردستان ایران. فکر میکنید وقتی ایشون صحبت از این میکنه و به نظر میاد هم فکران ایشون که کردها ممکنه یک فرصت تاریخی رو از دست بدن برای ورود به یک جریح حرکت جدید، چقدر این برای شما ممکنه مایه نگرانی باشه؟ مایه نگرانی نیست، ولی ما آرزو داشتیم که توافقات بیشتری داشتیم. علتش اینه که دقیقاً چند روز قبل که من در تورنتو بودم، خب اونجا هم فرصت مناسبی برای من و حزب دموکرات درست شد که با طیف‌های مختلف، احزاب مختلف، ملیت‌های مختلف ایران، جریان‌های مختلف که به جمهوری خواهی به عنوان یک آلترناتیو برای آینده ایران مربوط هستند، ما هم نقطه نظرات خودمون رو مطرح بکنیم و اتفاقا زیاد هم ازش استقبال شد. طرح این نقطه نظرات و چگونه کار کرد برای یک اجماع نسبی در میان جمهوری خواهان
که شامل کنگره ملیت‌های ایران فدرال احزاب مختلف باشه هیچ وقت به این معنا نیست که ما در رقابت یا در دشمنی با منشور جورجتاون حرکت میکنیم، ولی ما میگیم که این منشور رو قبول نداریم و برای این منشور تبلیغ نمیکنیم. به طور مشخص گذشته از اینکه بحث سلبریتی گرایی که اشاره کردیم، با خود منشور مشکلتون مشخصا چه هستش؟ من اینجا زیاد وارد جزئیات نمیشم، ولی جوهر منشور از این لحاظ که ایران رو به عنوان یک کشور چند ملیتی قبول نمیکنه، جوهر این منشور تا اونجایی که به حق و حقوق ملیت‌های مختلف مربوط هست، تا اونجایی که به چگونگی عدم تمرکزگرایی مربوط هست، در اونجا شفافیت و صراحت لازم نداره. و اصولا من معتقد هستم چرا بایستی هر وقت ما با مخالفین جمهوری اسلامی، چه شخصیت‌های سیاسی چه احزاب سیاسی، در مورد آینده ایران صحبت می‌کنیم، ابتدا با ساکن همیشه از تمامیت ارضی صحبت میشه؟ مگه در ایران، در جایی از ایران یه تهدیدی رو کشور ایران وجود داره؟ کدوم ها هستن تجزیه طلب؟ ما دیگه در حزب دموکرات موافق نیستیم از این به بعد در هر جلسه ای از تمامیت ارضی و تجزیه طلبی صحبت بشه. منشور که حتی بحث تمامیت ارضی مطرح نشده، چون واژه هم استفاده نشده. خیلی خود این مایه بسیاری از انتقادات شد از سوی به اصطلاح ملی‌گراها، گفتن که چرا این واژه رو گذاشتین مثلا یک پارچگی یا چیز دیگری بجش. قبلا این بحثا که با هم نشست داشتیم زیاد بود. من هنوزم فکر میکنم که منشور از این راه یا در این مسیر نتونسته شفافیت لازم رو داشته باشه. چه اشاره کردیم به این نشست تورنتو، خب به نظر میاد که شما آقای مهتدی رو میبینید احتمالاً در همین جلسات، ایشون هم در اون جلسه جمهوری خواهان حضور داشته. صحبتی نمیکنید با هم دیگه؟ نه اتفاقا با هم دیگه صحبت میکنیم. خوب. ما که روابطمون در سطح مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در مورد این اختلافات که الان هست، در مورد اختلافات هم صحبت میکنیم. اتفاقا قراره در آینده هم روش صحبت بکنیم. چی میگن آقای مهتدی به شما؟ من تا به حال باش وارد جزئیات نشدم. چون ایشون ظاهرا میگه که این یک توافق بر سر حداقل هایی است و بذاریم مسیر جلو بره، کردها بعدن فرصت داشته باشن بتونن خواسته دیگهشون رو دنبال بکنن. در این چه اشکالی میبینید؟ ببینید آقای دهقانپور، تا اونجایی که به چگونگی تفکیک حد اقل ها و حد اکثر ها مربوط است، حد اقل ما به عنوان حزب دموکرات کردستان یه سابقه خوب و طولانی از این داریم. در دورانی که پیشوا قاضی محمد که مؤسس حزب دموکرات کردستان ایران بود، بعد از تغییرات بسیار زیاد در صحنه سیاسی ایران آمادگی داشت رو حد اقلها با حکومت وقت یا حکومت پهلوی به توافق برسه. بعد از انقلاب ایران که خودمختاری و طبق برنامه حزب دموکرات از ما قبول نکردن، زنده یاد دکتر قاسملو در نامه هایی که برای خمینی یا رهبران اون وقت حکومت موقت می نوشت آمادگی داشت که حتی رو حد اقلها با اونا گفتگو بکنه. ما معتقد هستیم که ما بدین معنی نیست موقعی که از شاخص ها، از خطوط کلی صحبت می کنیم، حتما بایستی حد اکثر مبنای توافق باشه. نه، به این آسونی نیست. ما معتقد هستیم که بایستی از حد اقل ها شروع کرد. یکی از حد اقل ها اینه که چطور کمک بکنیم در حال حاضر تمام اپوزیسیون جمهوری اسلامی در داخل و خارج علیه این نظام و برای از بین بردن این نظام فعالیت و مبارزه داشته باشند. عزیزی شما، ما بارها با هم در این مورد صحبت کردیم. شما چون این عملگرای سیاسی رو از خودتون نشون دادید که در یه مقطعی با جمهوری اسلامی وارد مذاکره شدید برای پیگیری اهدافتون. چطوره که اشاره میکنید در این چند ماه اخیر بعد از قتل ژینا شما با آقای پهلوی حتی تماس نداشتین؟ حزب دموکرات کردستان در این 6 ماه گذشته هیچ تماسی با ایشون نداشته؟ من فکر میکنم ما قبل از این منشور جورجتاون خودمون هیچ برنامه عملی مشخصی رو تهیه نکرده بودیم که برای ایشون یا بقیه بفرستیم که از اونا نظرخواهی بکنیم. ولی اونا که این چند نفر با هم به منشور رو درست کردن، منشور رو به صورت رسمی حداقل برای ما نفرستادن. غیر از خود آقای پهلوی، از دیگر اعضای این گروه هم هیچ کس با شما در تماس نبوده؟ من از اعضای این گروه هیچ کدومشون با من تماس نگرفتن که بگن این منشور ما هست و از حزب دموکرات کردستان ایران رسما دعوت میکنیم که بیاید رو این منشور با هم گفتگو و مذاکره داشته باشیم. و با آقای پهلوی هم هیچ تماس و گفتگویی نداشتیم، حداقل هم من هم آقای مصطفی هیچ.
حال که انتقادات حزب دموکرات کردستان ایران آقای خالد عزیزی رو از آقای عبدالله مهتدی دبیرکل حزب کمله کردستان ایران شنیدیم، به سراغ آقای مهتدی بریم و پاسخهای ایشون رو با هم بشنویم. آقای مهتدی، ابتدای توضیح بفرمایید که احزاب کردی به نظر می اومد در یکی دو سال گذشته به سمت ائتلاف حرکت کرده بودن، چه شد که در این هفته های اخیر اختلافات جدی بروز کرده؟ احزاب کردی همیشه با هم همکاری داشتند، به خصوص حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کمله کردستان ایران، و به خصوص از سال 2017 ما مرکز همکاری احزاب سیاسی کردستان ایران رو تأسیس کردیم که خیلی مؤثر بود، قدم بزرگی به جلو بود و به خصوص نقش خیلی مثبت و مؤثری هم در انقلاب زن زندگی آزادی در کردستان داشت. اختلافات جدی هم من نمی‌بینم، نه اینکه هیچ اختلافی در دوره اخیر نیست، ولی من کاملا داریم این اختلافات رو و سلایق مختلف رو داریم مدیریت میکنیم، با هم مشغول جلسات فشرده هستیم و من امیدوارم که بتونیم دوباره به همون حالت همکاری های کاملا فشرده برگردیم. آقای مهتدی، اشاره کردید اختلافات جدی نیست، ولی عده‌ای هستن که در این روزها و هفته اخیر شما رو متهم میکنن که شما شخصا در این منشور، اونچه که به عنوان منشور جورجتان ازش اسم برده میشه، شرکت میکنید، حتی نمایندگی از حزب خودتون. پاسختون به اون افراد چه هست؟ ببینید، وقتی دوستان از من دعوت کردن برای قبل از اینکه هیچ منشوری هم نوشته بشه یا هیچ بحث ائتلاف و همبستگی هم به وجود بیاد، وقتی دوستان از من دعوت کردن که در این بحثا که اون موقع گروه تبادل نظر اسمش بود شرکت کنم، از روز اولش من رهبری حزب دموکرات و آقای مصطفی هجری رو در جریان گذاشتم و از ایشون دعوت کردم که حضور پیدا بکنند و بعدم روال کار رو با ایشون در میون گذاشتم با رهبری حزب دموکرات. یعنی اینطور نیست که یک جانبه و بدون اطلاع و خودسرانه این کار رو کرده باشم. بنابراین در مشورت و همکاری با اونها بودم و هستم با مرکز همکاری و با دوستان حزب دموکرات. اونا ترجیح دادن شرکت نکنند، نه اینکه دعوت نشدن و نه اینکه من چون این دعوتی رو از ایشون به عمل نیاوردم. در مورد این حزب خودم هم این مسئله اصلا درست نیست. من به عنوان حزب شرکت نکردم، من به عنوان یک کرد شرکت کردم، به عنوان یک ایرانی آزادی خواه شرکت کردم، ولی همه میدونن که بار سنگین مسئولیت بر دوش همه هست، از جمله بر دوش من که نمایندگی مردم کردستان رو و نه فقط اونها، سایر اتنیک های ایران رو هم من به وجدانن و اخلاقن به عهده خودم دونستم. هیچ کس در شرایط فقدان آزادی سیاسی، فقدان انتخابات آزاد، نمیتونه مدعی رهبری قانونی و منتخب مردم باشه. اما فکر میکنم من هم حزبی که من نمایندگی میکنم به اندازه کافی شناخته شده هست برای مردم کردستان که بدونن من به نمایندگی از منافع اونها در این نشست ها شرکت میکنم، و البته نه فقط اونها، بقیه اتنیک ها و همه مردم ایران مد نظر من هست. یعنی بفرمایید که شرکت خودتون رو در این منشور با رهبری حزب کامله در میون گذاشتید، نظر اونها چه بوده؟ موافق هستن با حضور شما؟ بله، کاملا. من این رو میتونم خدمتتون بگم که ما چهارچوبی برای
تعامل و گفتگو و دیالوگ با اپوزیسیون ایران تعیین کردیم. این رو در سندی مکتوب کردیم، سند رو به بحث گذاشتیم، سمینارهای متعدد روش گذاشتیم و نهایتاً با اکثریت نزدیک به اتفاق آرا تصویب شد. خود منشور همبستگی رو به رأی نگذاشتیم ولی مطرح کردیم و نظر مساعد اکثریت قریب به اتفاق حزب خودم رو هم با خودش همراه داره. اکثریت قریب به اتفاق که میفهمید منظورتون دقیقاً چه هست آقای معتدی؟ شما سوالتون منظورتون چیه؟ یعنی اینکه از اون تعداد افرادی که اشاره میکنید چند نفر رأی شما حمایتی دادن، چند نفر بودن مخالف یا احیانا ممتنع رأی دادن؟ مخالف من ندیدم در رأی گیری ها. ما خود منشور و متن منشور رو به رأی نگذاشتیم ولی سیاست کلیمون برای تعامل و برخورد و دیالوگ و همکاری با اپوزیسیون ایران رو به رأی گذاشتیم. به اتفاق آرا در نشست وسیع کمیته مرکزی به تصویب رسید ولی یکی دو نفر ملاحظاتی بعدن روش داشتن. من میتونم فقط اینو بگم، از تعداد انگشتان یک دست کمتره. یعنی از حدود مثلا 37 نفری که احتمالاً حدس میزنم رأی دادن، 2-3 نفر شما میفهمید که رأی ممتنع دادن؟ ندادن. برای اون متنی که به اسم پلتفرم برای همکاری فراگیر و دموکراتیک ما مطرح کرده بودیم، از 37 نفر هر 37 نفر رأی موافق دادن که خیلی نادر این چیزا، ولی به هر صورت این نشون میده تا چه حد ما در مورد خط مشی سیاسیمون در قبال همکاری با اپوزیسیون ایران جدی و متعهد هستیم. متن منشور رو به رأی نگذاشتیم که اصلا ببینیم موافق یا مخالف داره. متن منشور رو به رأی نگذاشتیم، کلیات مسئله رو، کلیات سیاست خودمون رو به رأی گذاشتیم و اینم نتیجه رأی گیری بود که خدمت تو گفتم. اما در مورد منشور من اینجا و اونجا یکی دو نفر دیدم که ملاحظاتی داشتند و به این دلیل میگم شاید یکی دو نفر باشن. برای اینکه فقط روشن بشه این نکته که اشاره کردید، این رأی گیری که اشاره کردید پیش از منشور بوده و به منشور هم ارتباطی نداره، تاریخش رو میتونید لطف بفرمایید چه زمانی بوده؟ باور کنید الان به خاطر ندارم ولی تو همین دوره اخیر بود، یعنی تو یک ماه و نیم اخیر بود، یکی دو ماه اخیر بود. آخرین باری که آقای معتدی با آقای خالد عزیزی و آقای هجری صحبت کردین چه زمانی بود؟ من توی کنفرانس دیگری که در تورنتو بین اپوزیسیون ایران برگزار شد با آقای خالد عزیزی ملاقات کردم، دیدار داشتیم اونجا. با آقای مصطفی هجری هم تلفنی بینمون رابطه هست. با آقای مصطفی هجری هم تقریبا به طور مداوم، شاید تقریبا هر هفته یک بار ما در تماسیم و چه من و چه دوستان دیگری که در منطقه هستن ارتباط های هم حضوری هم آنلاین فشرده داریم با هم دیگه. وقتی که اونها اشاره کردن رسما که مخالف منشور هستن، شما تو این تماسی که باشون دارید صحبت از چه میکنید؟ تونستید اونها رو مجاب بکنید به حضور؟ ما با اونها وارد بحثای خیلی جدی و دوستانه شدیم و در جریان هستن این بحثا. ضمناً خدمتتون بگم کسانی گفتند مخالفیم با این منشور یا ملاحظاتی داریم روی منشور، ولی خود آقای مصطفی هجری در آخرین مصاحبهش که ایشون رهبر حزب دموکرات هستند، در آخرین مصاحبهشون ازش میپرسن در مورد این منشور و میگه برخلاف نظریه دی که من میشنوم مخالفت کردن، من شخصا این منشور رو یک گامی به پیش میدونم. شما سالهای طولانی دهه ها با حکومت محمد رضا شاه پهلوی مبارزه کردید، چه شد که دست به دست شاهزاده رضا پهلوی دادید در این ائتلاف؟ برای اینکه ایشون شخصیتی است که تلاشش من دیدم و تلاشش برای ایجاد وحدت بخشیه، تلاشش برای ایجاد دموکراسیه. میدونم فشارهای مختلفی روی ایشون هست که خلاف این نوع حرکت بکنه، ولی من ایشون رو اینطور دیدم
تعداد قابل ملاحظه من نمیدونم چقدر، این رو من نه آماری دارم و نه کسی آماری میتونه داشته باشه. در جایی که نه دموکراسی هست، نه صندوق واقعی انتخابات هست، نه نظر سنجی های واقعی هست، شما نمیتونید به ضرس قاطع نظری بدید. ولی به هر صورت بخشی از جامعه ایران به ایشون تمایل دارن و اگر ائتلافی بخواد درست بشه، بایستی ائتلافی در برگیرنده، فراگیر یا به قول انگلیسی ها اینکلوسیو باشه، ایشون رو هم در بر بگیره، جمهوری خواهان رو که بنده یکیشم هستم در بر بگیره، فدرالیست ها رو در بر بگیره، سوسیال دموکرات ها رو در بر بگیره که من خودم هم یکیش هستم. بنابراین طیف های وسیعی از جامعه، معنی ائتلاف اینه، این نیست که همه با هم در همه زمینه ها هم عقیده ایم، اینه که برای امر مشخصی که این امر عبور از جمهوری اسلامی و رسوندن ایران به مبانی اولیه دموکراسی هست، بر سر این موضوع تا جایی که مردم خودشون امکان انتخاب نظام سیاسی رو داشته باشن، در این مرحله که مرحله عبور از جمهوری اسلامیه، یه عده نیروهایی و یه دم نباید باشن، بایستی تکمیل بشه با نیروهای سیاسی، بایستی تکمیل بشه با ارگانهای جامعه مدنی و شخصیتهای داخل و خارج کشور. ولی به هر صورت اینها که ائتلاف تشکیل میدن یا همبستگی میخواد به یک چنین ائتلاف گسترده‌ای برسه، هدف اینه که این عبور از جمهوری اسلامی رو با بیشترین نیروی دموکراسی خواه ممکن جلو ببره. یعنی همه اونهایی که به دموکراسی، به حقوق بشر و به عبور از جمهوری اسلامی معتقدند میتونن و باید دور هم جمع بشن، برای اینکه به زیر کشیدن این نظام در حد توان نه فقط کردها نیست، نه فقط جمهوری خواهان نیست، نه فقط مشروط خواهان نیست، نه فقط چپ ها یا لیبرال ها یا راست ها نیست، بلکه مساعدت و همکاری همه رو میطلبه. همونطوری که در خیابان های شهرهای مختلف ایران مردم در کنار هم تظاهرات میکردن، در کنار هم برای گذار از جمهوری اسلامی عبور میدادن، شعار میدادن برای عبور از جمهوری اسلامی و کسی از اون بغل دستیش نمیپرسید راستی شما برای آینده ایران معتقدید بایستی دولت در اقتصاد دخالت بکنه یا نکنه، حقوق کردها کمتر باشه یا بیشتر باشه. اینها مسائلی است که در مبانیش رو اتفاقا ما گفتیم، ولی جزئیاتش رو و شکل مشخصش رو فقط مردم ایران در یک انتخابات آزاد و در یک رفراندوم میتونن تعیین بکنن. من هدف من از این که با ایشون و دیگران همکاری بکنم و این دیگران هنوز تعدادشون خیلی باید بیشتر از اینها باشه، اینه که از همه نیروهای ممکن برای عبور از جمهوری اسلامی استفاده کنیم. ببینید خیلی در خارج کشور نشستن و برای خودشون خط و مرزهای ایدئولوژی که گذشته از سال 57 رو حفظ کردن تو ذهنیتشون. مردم ایران اینطور نیستن، اینها عجله دارن، میخوان به هر قیمتی هست از دست نظام اهریمنی جمهوری اسلامی نجات پیدا بکنن. مردم خواهان همبستگی هن، خواهان اتحاد هن، خواهان همکاری با هم هن. این به نظر من همبستگی و منشوری که در اطراف به وجود اومد و در اطرافش این همبستگی داره شکل میگیره، پاسخی است به این نیاز مردم. مردم نیاز مبرم دارن که هر چه زودتر از زندان جمهوری اسلامی آزاد بشن. برای این کار ما به همکاری همه نیروها احتیاج داریم. آقای رضا پهلوی هم یکی از این نیروهاست. ایشون بتونه نقش مثبت بازی کنه، چرا ازش استفاده نشه؟ بخش دوم گفتگوی ما با آقای خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، آماده است، با هم ببینیم. اگر در فردای ایران مردم به جمهوری رأی ندن، حزب دموکرات کردستان چه میکنند؟ ببینید در حال حاضر ما سریعا دو سیستم رو
مردود کرد، رد کرده ایم، از نظر ما مردود هستن. یکیش سیستم سلطنتی یا نظام پادشاهی، سیستم دوم سیستم استبداد دینی یا نظام جمهوری اسلامی هست. من فکر می کنم که اکسپتانس یا پذیرش جمهوری خواهی در حال حاضر ازش بیشتر استقبال میشه. هر موقع ما وارد یه ایرانی شدیم، یه ایران دموکراتیک، انتخابات آزاد و دموکراتیک شد، اصولا دموکراسی تبدیل به مؤسسات شد، اصولا ما در چگونگی اداره آینده ایران با هم توافقی داشتیم، اون موقع مردم در صندوق‌های رأی هر تصمیمی رو بگیرن حزب دموکرات ازش استقبال میکنه. پس شما هم اعتقاد دارید که صندوق رأی تعیین کننده خواهد بود؟ مطلقاً اعتقاد داریم که صندوق رأی بایستی این آینده رو تعیین بکنه. قبل از صندوق رأی در حال حاضر معتقد هستیم. چون چرا؟ اصولا انقلاب مردم عصبانی هستن، ناراضی هستن و با صرفا با انقلاب نمیشه کشور رو اداره کرد. بایستی وارد یه آرامش سیاسی بشیم. این دوران گذار هست، چگونگی اداره آینده کشور رو رقم میزنه. در این دوران هم ما معتقد به یه توافقاتی هستیم. این توافقات بایستی در حال حاضر بر مبنای قبول این واقعیت که ایران یک کشور چند ملیتی هست بتونه همه در سهیم باشن، اصل بر مشارکت باشن، مرکز و حاشیه‌ای به تفسیر جمهوری اسلامی یا به تبعیت از سیاست جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه، مرکز جذاب باشه، مرکز گریزی در میان ملیت‌های ایران وجود نداشته باشه. چطور که ما این توافقات رو با هم داشته باشیم، ایران رو چطور با هم دیگر ادارش بکنیم و این دوران گذار این شرایط سیاسی و آرامش مناسب رو به وجود بیاره که احزاب سیاسی شرکت بکنن در انتخابات. دیگه اون موقع صندوق‌های رأی هستن آینده ایران رو ورق می‌زنه. آقای پهلوی حتما شنیدید اخیراً در کانادا که صحبت می‌کرد، صحبت از همزیستی مسالمت‌آمیز با اندیشه‌های مختلف کرد. همین نکته که شما گفتید، گفت صندوق رأی مهمه برای تعیین شکل حکومت آینده و گفت صندوق رأی به این مفهوم نیست که اگر یک اندیشه رأی اکثریت بیاورد حق اقلیت زیر پا گذاشته می شود. قانون کشور حق هر شهروند را تضمین می کند. با این نکته شما مشکلی دارید؟ ببینید کافی نیست. چرا کافی نیست؟ اون موقعی که به اقلیت و اکثریت مراجعه می کنیم، اقلیت و اکثریت صرفا در رابطه با صندوق های رأی از نظر ما قبول هست. ولی ایران همونطور که اشاره کردم یک کشور چند ملیتی هست، دیگه اونجا نبایستی از اقلیت و اکثریتی صحبت بشه. ما مردم ایران یا ملیت‌های مختلف رو میبخشید، ملیت‌های مختلف رو به اقلیت و اکثریت نبایستی تقسیم بکنیم. من معتقد هستم ایران یک کشور چند ملیتی هست و از مردمان ایران یا مردم ایران صحبت بکنیم بهتره. اون موقعی که به تفسیر یا تعریف ملیت‌های مختلف مراجعه می‌کنیم، دیگه اقلیت و اکثریتی وجود نخواهد داشت، همه در مقابل قانون مساوی هستند. مشکلات اینجا هست. هر وقت اقلیت و اکثریتی وجود داشت طبیعتاً درست میشه این مشکلات، بعد دیگه ما مجبور هستیم دوباره مراجعه بکنیم به توافق. قبل از اینکه ما قانون اساسی ایران رو تدوینش بکنیم، مجلس مؤسسانی داشته باشیم. بالاخره نمیشه مجلس مؤسسان رو همینطوری به انتخابات سپرد. این انتخابات، این تنوعات بایستی حتما تعریفی ازشون بشه، گارانتی هایی بایستی وجود داشته باشن. چرا؟ متاسفانه من معتقد هستم دموکراسی به این آسونی در ایران یا کشورهای اسلامی نهادینه نمیشه، تبدیل به فرهنگ نمیشه. واسه اینکه ما در دوران گذار بتونیم این پرورش فکری رو درست بکنیم در جامعه، باید این توافقات رو داشته باشیم که رکن اساسی قانون اساسی آینده کشور رو درست میکنند. در واقع انتقادی که شما دارید به شخص آقای پهلوی به خاطر اینه که ایشون رو ادامه سلطنت پهلوی میبینید به این دلیل هست یا با دیدگاه ایشون مشکل دارید؟ نه اتفاقا من هیچ وقت آقای پهلوی رو به صرف اینکه پسر شاه ایران بوده روش تفسیر و تعبیر نمی کنم. من از دیدگاه ایشون مد نظر قرار میدم. دیدگاه ایشون مبنا هست که ما چطور روابط خودمون رو با آقای پهلوی یا هر شخص منفرد سیاسی تنظیم بکنیم. ولی حزب دموکرات موضعش این نیست. ولی حزب دموکرات نوک پیکان انتقادش این بود که ایشون ادامه در واقع حکومت پهلوی است. نه، من اتفاقا در مصاحبه های اخیر ما در نشستی که در کانادا داشتم تاکید کردیم، ما با دو نظام
جمهوری اسلامی و سلطنت مخالف هستیم. حالا اگر آقای پهلوی از نظام سلطنتی دفاع بکنه قطعا ما باش مخالف هستیم، ولی دیدگاه های آقای پهلوی در چگونگی تعامل با پروسه آلترناتیو سازی و آینده ایران کاملا یه مسئله دیگری هست. میشیم بحث مطرح میشه که اگر واقعا احزاب کردی به دنبال نوعی فدرالیسم هستن، چرا هیچ موقع در کنار مثلا پرچم کردستان پرچم ایران دیده نمیشه؟ اون چیزی که به نظر میاد در بسیاری از الگوهای فدرال هستش. یه توضیح بده موضع شما مثلا در مورد پرچم ایران چه هست؟ موضع حزب دموکرات کردستان. ببینید، مسئله پرچم یا بعضی از شاخصهای هویتی یا ارزشهایی که در میان ملیتهای مختلف وجود داره شاید کاملا با هم تغییر داشته باشن، ولی موقعی که ما میگیم ایرانو بایستی مشترکاً با هم اداره بکنیم و حل ما در چارچوب ایران هست، قطعاً حزب دموکرات کردستان ایران و کردها آمادگی اینو دارن در آینده ما یه پرچم مشترک داشته باشیم برای آینده ایران. این هم جز موضوعاتی است که میتونه قابل بحث باشه. موقعی که به زبان مراجعه میکنیم، ما گفتیم زبان فارسی میتونه زبان مشترک تمام ملیت‌های ایران باشه و در داخل کنگره ملیت‌های ایران فدرال هیچ مخالفتی با این نداریم که در مناطق ملیت‌های مختلف یا اتنیک‌های مختلف به موازات زبان فارسی زبان این اتنیک‌ها یا این ملیت‌ها تدریس میشه. یعنی همونطور که من در صحبتام اشاره کردم، صورت مسئله که ایران یک کشور چند ملیتی است، قبول این واقعیت میتونه ما را به یه نتیجه برسونه که اصولا یه توافقاتی داشته باشه. من دوباره به توافق اشاره می کنم. پرچم میتونه یکی از اینا باشه، مسئله چگونگی تعامل با زبان، چگونگی اداره کشور، تمام این موضوعات. واسه همین گفتم این پروسه منشور جورج‌تاون عجله زیاد درش بود. تمام این مسائل رو نادیده گرفته. این مسائل مسائل هویتی هستن. از طریق گفتگو میشه ما یک مخرج مشترکی داشته باشیم. من دوباره معتقد هستم که اینا موضوعاتی هستن که قابل بحثن، هم پرچم هم چگونگی شکل یا عنوان حکومتی که برای آینده ایران ما میتونیم روش صحبت بکنیم. آقای مهتدی در این صحبتاشون در تورنتو گفتن که از اون چی که ایشون میشنون، بسیاری از مردم در داخل کردستان ایران با اون مسیری که ایشون داره میره موافقن. شما برداشتتون چه هست از داخل ایران؟ این برداشت و نظر ایشونه. طبیعتاً ایشون برای خودشون و حزب خودشون صحبت میکنن، ولی من معتقد هستم که قضیه اینطور نیست. یعنی اون چی که شما از داخل کردستان ایران میشنوید چه هست؟ من فکر میکنم در داخل کردستان ایران اصولاً هویت خواهی ملی و اینکه کردها هزینه بسیار زیادی رو دادند و اصولاً اینکه هدف هستن از طرف جمهوری اسلامی تا حد موشک باران و هدف هستن از طرف سلطنت طلب ها در این موضوعات مربوطه به تجزیه طلبی، میشه گفت یه موازه دیگه ای دارن و این موازه اینه که انتظاراتشون اینه بیشتر که توافق های بین مخالفین جمهوری اسلامی اپوزیسیون در خارج از کشور این واقعیات رو بیشتر مد نظر قرار بده. اپوزیسیون این حرفیست که الان مطرح میشه که اپوزیسیون برشک شاید یک از دلایل خاموش شدن اعتراضات بود، این اعتقاد است که اخیراً مطرح میشه، حالا از هر جریانی. خود شما الان با اونها چه حرفی دارید؟ چقدر خودتون رو مسئول میدونید در این قضیه و برای داخل ایران فکر میکنید چه حرفی دارید برای اون جوانهایی که کف خیابون بودن؟ این جنبش بعد از انقلاب ایران میشه گفت وسیع‌ترین و بزرگترین جنبش مردمی ایران صرف نظر از ملیت‌ها و مذاهب و احزاب و ادیان مختلف بود. در این جنبش در خیابان‌های ایران موقعی که مبارزه می‌کردند علیه نظام جمهوری اسلامی، صحبت از کرد و ترک و فارس و آذری و بلوچ و عرب نبود. صحبت از چگونگی تقسیم قدرت در داخل ایران نبود. اینا موضوعاتی بودند که خود مردم روش کار نمی‌کردند. اونا فقط در فکر مبارزات خودشون بودند که وجوه مشترک داشتند: آزادی، حق و حقوق، استقرار دموکراسی در ایران و از بین رفتن نظام جمهوری اسلامی. تا اونجایی که به فعالیت و مبارزات اونا مربوط هست، انصافاً هزینه‌های بسیار زیادی رو دادند و میشه گفت
در حد توانایی خودشون کوتاهی نکردند و دیگه جنبش اونا بود که کشورهای مختلف و مجبور به موضع گیری کرد، جنبش اونا بود که سوشیال میدیا و فعال کرد و ادامه همین جنبش بود حداقل تا اونجایی که به کردستان مربوط است که اونجا بسیار وسیع بود، جمهوری اسلامی از کردستان انتقام گرفت، خواست این جنبش رو در یه مسیری منحرفش بکنه، به مردم ایران بگه که خارج از مرزهای ایران علیه ایران توطئه در وجود داره، در حالی که حقیقت نداشت و ما را به موشک بست. پیغام ما اینه که این جنبش ادامه پیدا خواهد کرد و اینکه اختلاف نظر بین سازمان‌ها و طیف‌ها و شخصیت‌های مختلف سیاسی در خارج از کشور وجود داره کاملا طبیعی است، ولی به مرحمت این جنبش من فکر می‌کنم تمام جریانات سیاسی و شخصیت‌های مختلف حالا مجبور هستن فکر بکنن تجاربی که در این مدت داشتن، در نشست‌هایی که با هم دیگر داشتن، چطور به توافق برسن، یه آلترناتیو یا یه بدیل رو درست بکنن. به صرف تظاهرات یه نظام سیاسی از بین نمیره، بایستی آلترناتیو وجود داشته باشه. موقعی که مردم در داخل میگن این نظام باید بره، اونجا بایستی بگن کدوم نظام بایستی جایگزین بشه. مشکل کار اینجا هست و حل این مسئله هم رودوش سازمان ها و احزاب و شخصیت های مختلف مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور هست، من جمله حزب دموکرات کردستان ایران. ما روش کار میکنیم و بحثایی که این مدت وجود داشته من همه شونو به قول شما به عنوان صفر و صد بهش نگاه نمی کنم. فکر میکنم بین صفر و صد برای حل مشکلات اعداد و ارقام دیگه‌ای هم وجود دارن که ما بایستی تمام این حل‌ها رو در مسیر این پروسه آلترناتیو سازی در نظر بگیریم. یک پرسش هم قبل از اینکه خداحافظی بکنیم، حیف هم بیاد نپرسم، و اونم اینه که از همین داخل ایران من از عده‌ای میشنوم که میگن ما زیاد نگاه هم به احزاب خارج، یعنی اون چیزی که اپوزیسیون داره انجام میده نداریم، راه خودمون رو میریم، به ویژه با ممکنه بعضی از بدبینی هایی که ایجاد شده باشه. و این پرسش هم در مورد حتی بسیاری از فعالین کرد مطرح میکنن، در مورد خود احزاب کرد که مثلا حزب دموکرات کردستان، حزب کومله و احزاب دیگر کردی، اینها همچنان در ید یک سری از مردان کرد هست، زنان در اینها در رهبری جایی نداشتن در این سالها و اینا همچنان دارن همون روش سنتی خودشون ادامه میدن، و اون انتقادی هم که مثلا به نظام پادشاهی دارن که موروثیه، در احزاب کردی هم یک سری خانواده‌هایی هستن که اونها دارن دهه هاست که این رهبری رو دنبال میکنن و نمونه ها و نشانه‌هاش هم هستش. پاسختون به اون انتقادهایی که از داخل به این شکل میشه چه هست؟ طبیعتاً جامعه امروز یه جامعه 10 سال قبل نیست. جامعه ایران در حال شکوفایی و تغییر و تحول هست و طبعاً دیدگاه‌های مختلفی در چگونگی سازماندهی اداره و رهبری این جنبش وجود داره. من آرزو داشتم که در داخل ایران مردم ایران در ادامه این جنبش بسیار وسیع و مردمی که داشتن رهبران خودشون رو درست می‌کردند و موفق می‌شدن این رهبران رو تبدیل به رهبران واقعی علیه نظام جمهوری اسلامی بکنن، ولی متأسفانه که اونجا عملی نیست. دوباره این مسئولیت رودوش شخصیت ها و احزاب سیاسی خارج از کشور هست. تا اونجایی که به بعد بعدی این انتقاد مربوط هست، حداقل حزب دموکرات کردستان یه حزب تابع کنگره ها و کنفرانس ها و جلسات حزبی خودش هست، تغییر و تحول درش زیاد هست و اصولا ما معتقد به دموکراسی هستیم و این دموکراسی هم در داخل حزب رعایت میشه و همیشه در سطوح مختلف حزب دموکرات حتی در رهبریش هم زنان وجود داشتن و در عرض چند سال گذشته ما دیدیم در نتیجه موشکباران جمهوری اسلامی ما رهبران زن رو از دست داده ایم، شهید شدن. یعنی ما یه حزب سیاسی هستیم، سعی میکنیم که این تنوعات و این دیدگاه های مختلفی که در کردستان وجود داره براش احترام بگذاریم و حزب دموکرات به عنوان یه حزب سیاسی غیر ایدئولوژی همچنین به این گفتمان به این شیوه ادامه بده. امیدواریم این انقلاب زن زندگی آزادی، جنجیان آزادی باعث بشه که در رهبری احزاب امید کرد هم زنان رو ببینیم. امیدوارم اصولا باعث اینطور باشه در آینده. در بخش پایانی به آقای مهتدی برمیگردیم، دبیر کل حزب کومله کردستان ایران، و سخنان ایشون رو در مورد مسائل مطرح شده با هم میشنویم.
آقای مهتدی، چند بار با آقای پهلوی تو این مدت صحبت کردید به طور دو جانبه یا در جریان جلسات گروهی؟ دو جانبه هنوز پیش نیومده تو این دوره اخیر. من یک بار حضوری تو تورنتو ایشون رو دیدم در اطراف همون پانلی که وجود داشت. بقیه دیدارها تو دو سه ماه اخیر همش تا اونجا که به من برمیگرده دیدارهای آنلاین بوده. یعنی مثلا میتونید بگید چند بار احتمالاً این دیدار رو در طول 5-6 ماه گذشته صورت گرفته؟ به 5-6 ماه نمیرسه، کمتره. تو این 3-4 ماه اخیر شاید 7-8-10 حدس میزنم در این حدود بوده باشه. 7-8-10 جلسه؟ فقط یک بارش حضوری بوده. کم یک بار در تورنتو اشاره کردید؟ بله بله. و قبل تر چطور؟ چون گفتید به 3-4 ماه گذشته برمیگرده، پیش از این با شاهزاده رضا پهلوی شما تماسایی داشتید؟ من 10-15 سال پیش همراه با آقای مصطفی هجری در لندن ایشون رو دیدیم و با هم یک تبادل نظر یک ساعته ای کردیم. این آخرین باری که ایشون رو دیدم 10-15 سال پیش بود. حزب دموکرات کردستان همطور که میدونید با شاهزاده رضا پهلوی در مقطعی در ارتباط بوده. آقای عزیزی هم در مصاحبه که با ایشون انجام دادیم به اشاره به این قضیه میکنن. فکر میکنید تفاوتی وجود داره بین اون تماسایی که الان شما دارید با تماسایی که پیشتر انجام شده؟ یعنی شاهزاده رضا پهلوی که شما الان میشناسید متفاوت با مثلا چند سال پیش، 15 سال پیش که اشاره کردید؟ ببینید، من نمیتونم در مورد ملاقات‌های بوده یا نبوده دوستان حزب دموکرات کردستان با آقای رضا پهلوی اظهار نظری بکنم. ایشون خودشون میدونن. من تماسام واقعا در همین حدی بوده که الان خدمت شما گفتم. و دیدگاهتون تغییر کرده؟ شناختتون از ایشون منظور همین هست در طول زمان تغییر کرد با این جلساتی که اخیراً با ایشون داشتید؟ من 3-4 سال پیش هم به پیشنهاد دوستان یه نشست یکی دو ساعته آنلاینی 3-4 نفری از من خواستن، منم حضور پیدا کردم با ایشون. اون موقع هم من نظر ایشون رو با اون موقع با الان هر دوش رو من نظر ایشون رو مثبت دیدم و در دو قطب مخالف قرار نداشتیم. آقای پهلوی حتما شنیدید اخیراً گفته که صدای کردها به دو تا حزب، منظورش به طور مشخص حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کمله هست، نباید محدود بشه. موافقید با ایشون؟ این دو حزب اصلی سیاست در کردستان هستند و بودند در طول 40-50 سال گذشته و هنوز هم هستن. ولی البته ما هم احزاب و گروه های دیگه ای داریم که خودمون هم نادیده نمیگیریم و نباید نادیده بگیریم. ما با اونا هم در ارتباطیم. اصلا مرکز همکاری مرتبا با سایر گروه های سیاسی کردستان ایران هم در حال تماس و تبادل نظره. بنابراین ما خودمون هم اظهار نکردیم که ما حق مطلق و بیچون و چرایی داریم برای در قبال جامعه کردستان، ولی فکر میکنم مرکز همکاری مرجع اصلی سیاسی جامعه کردستان ایران در حال حاضر. آقای مهتدی، حتما اون توییت آقای پهلوی رو دیدید که گفتن پس از شنیدن نقدها و نظرات کسانی که احساس میکردن صداشون در منشور و گروه همبستگی بازتاب نیفته، نامه و نامهای پیشنهادی اونها رو به گروه منتقل کردن. باور دارم که منشور و گروه با اضافه شدن چهره‌های جدید بهتر میتوانند تکثر سیاسی جامعه ایران رو بازتاب دهند. خود شما هم الان دقایق پیش به همین مسئله به شکلی اشاره کردید. آیا خود شما در این ارتباط نقشی دارید برای افزوده شدن افراد تازه‌ای؟ هر کدوم از ما پیشنهادهایی داریم و این پیشنهادها رو همه رو میذاریم روی همدیگه و بایستی از نیروهایی که فعلا در حال حاضر خارج از شورای همبستگی هستند البته استفاده کرد و همکاری همه رو مقتنم دونست، به شرطی که جزو تندروان و افراطی ها نباشن. افراطی های از هر طرف و هر سمت به نظر من اونها متفاوتن. در غیر این صورت نیروهایی که متعادلن، نیروهایی که میانه رو هستن، با هر گرایشی
به نظر من تا جایی که من بدونم و عقیده خودم هم همینه، در شورای همبستگی نظر مثبت وجود داره. مثلا همین الان شورای تصمیم حمایت کرده از منشور، شورای مدیریت گذار حمایت کرده از منشور، سازمان دموکراتیک یارسان حمایت کرده از منشور، حزب آرا حمایت کرده از منشور، شخصیت های دیگر هم همینطور. من خوشبینم نسبت به این که تو یکی دو ماه آینده ما بتونیم ائتلاف خیلی فراگیرتر و پروپیمونتری به وجود بیاریم. آقای معتدی، آقای عزیزی یک نکته رو در گفتگویی که با ماشون داشتم عنوان میکنم، و اونم نگرانی از این که سلبریتی محوری در ائتلاف، در همبستگی در واقع نقش پررنگی پیدا کرده و پیدا بکنه. ایشون هم مشخصاً بحثش این هست وقتی که سلبریتی ها چنین نقش پررنگی پیدا میکنن، اینها فقط به خودشون پاسخگو هستن، نه به یک حزب و یک سازمانی که باید در ارتباط با اون جواب بدن، پاسخگو باشن و میتونن هر لحظه نظرشون، تصمیمشون رو عوض بکنن. چقدر این نگرانی رو شما مشروع میدونید در این فضا؟ در واقع و در یک دوره طولانی مدت یا میان مدت، به خصوص بعد از الان البته، ولی به خصوص بعد از آزادی ایران از قید جمهوری اسلامی، مطمئنن حزب‌های سیاسی تشکیل خواهند شد و باید تشکیل بشن. احزاب سیاسی واقعی و اصیل که در قشرهای مختلف مردم پایگاه دارن یا گرایش‌های سیاسی جامعه رو بازتاب میدن، اینها به نظر من جایگاه بزرگی در تحکیم و تأمین و تحکیم دموکراسی در آینده ایران خواهند داشت. بدون احزاب سیاسی ما فقط نظام‌های پوپولیستی میتونیم داشته باشیم که یه فردی در بالا بگه توده‌های بی‌شکل هم حمایت کنن یا ضدیت بکنن. نه، بنابراین احزاب جایگاه اساسی دارن و خواهند داشت، ولی کن از اینجا این نتیجه رو نمیگیریم که شخصیت‌های سیاسی، به خصوص در این دوره که هنوز برخلاف میل ما، ولی واقعیت اینه، هنوز احزاب جز در کردستان و جاهای بسیار محدود دیگری، کردستان یه نمونه تقریبا میشه گفت منحصر به فرده در ایران در این زمینه، بنابراین ما احزاب مردمی تودگیر دارای پایه اجتماعی رو که هر روز هم از طرف نسل جدید نیرو بهشون اضافه میشه، این رو ما در جاهای دیگه نداریم و نمیتونیم اصرار کنیم بگیم ما وارد هیچ همبستگی و همکاری نخواهیم شد تا تمام ایران دارای چنین احزابی نشه. این یک. دوم این که بعضی ها اسم حزب رو یدک میکشن، ولی 3-4 نفری بیشتر نیستن، نفوذی ندارن، قدرت بسیج ندارن، گرایش خاصی رو نمایندگی نمیکنند، جامعه بخش خاصی از جامعه رو با خودشون به همراه ندارن، 3-4 نفری بیشتر نیستن، ولی شخصیت های من اسمشون هم سلبریتی نمیگذارم، ولی شخصیت های سیاسی داریم که میلیون ها نفر پیرو و فالوور دارن و اتفاقا خیلی محبوبن در مورد مردم. شخصیت هایی که در شورای همبستگی وجود دارن، شخصیت هایی نیستن مثل قارچ رویده باشن، اینا همه دارای سابقه فعالیتن. شما خانم مسیح علی نژاد رو در نظر بگیرید، ایشون نه فقط یک ژورنالیست بود، یک کمپینگر بود که از کمپین های بسیار کوچیک و ظاهرا ساده شروع کرد ولی به موفقیت های زیادی رسید. سال هاست که ایشون داره نقش بازی میکنه و بنابراین موقعیتی رو که به دست آورده استحقاق خودش بوده. آقای حامد اسماعیلیون در رأس جنبش دادخواهی قربانیان هواپیمای اوکراینی توانایی های خودش رو برای بسیج و سازماندهی نشون داد، بی غرض بودن و بی طرف بودن خودش رو تونست نشون بده، اینها رو به دست آوردن، اینها کسب کردن. خانم نازنین بنیادی 15 سال داره در زمینه حقوق بشر کار میکنه،
و نماینده و سفیر امنستی اینترنشنال سازمان عفو بین الملل هست. بنابراین اینها هیچ کدوم سلبریتی های صاف و ساده ای نیستند و خیلی هاشون این موقعیتی رو که دارن امروز کسب کردن در جریان فعالیت های خودشون و اعتمادی که بهشون شده. وانگهی اینها مانع حضور حزب ها نیستن. که زنان فعال کرد بسیاری به شما اعتراض کردن وقتی در تورنتو گفتید من از طرف مردم کردستان حرف میزنم، پاسختون به اونها چه هست؟ هیچ کسی نمیتونه مدعی باشه که رهبری حقوقی و منتخب مردم کردستان یا هیچ جای ایران رو به عهده داره، چون ما فاقد دموکراسی هستیم، فاقد انتخابات آزاد هستیم، حتی فاقد نظرسنجی های آزادانه در داخل جامعه هستیم که بتونه حدود تقریبی محبوبیت ها رو نشون بده. من منظورم این نبود که نمایندگی قانونی و حقوقی مردم کردستان رو دارم، منظورم این بود که من از طرف اونها آرمان های اونها، آرزوهای اونها، خواست های اونها رو من معرفی خواهم کرد. وجدانن و اخلاقا خودم رو متعهد میدونم به اینکه آرمان های اونها و خواست های اونها رو نه فقط در همبستگی و در منشورش، در کل سیاست در جامعه ایران نمایندگی کنم و البته به عنوان یک ایرانی در این حال آرمان های آزادی خواهانه همه مردم ایران رو هم به خودم اجازه میدم وجدانن و اخلاقا نمایندگی کنم، اگرچه من نماینده قانونی و منتخب هیچ کدوم از این جهان نیستم. آقای معتدلی، پرسش آخری که دارم این هست که حتما میدونه در این روزهای اخیر به ویژه پس از انقلاب مهسا به اصطلاح دوباره ایرادهایی وارد شد بر بحث پرچمی که احزاب کردی پرچم خودشون رو دارن، حتی در بسیاری از موازی که بیان میکنن مثلا پرچم کردستان رو در کنار پرچم ایران هم، یعنی اون پرچم شیر خورشید به اصطلاح، قرار نمیدن. خواستم نظر شخصی خودتون رو و اگر میخواید نظر حزب رو حتی در مورد پرچم شیر خورشید بشنوید. ببینید، ایران یک پرچمی باید داشته باشه. پرچم جمهوری اسلامی مورد قبول نیست بدون شک، برای اینکه این نماد ایران نیست، نماد یک رژیم ایدئولوژیک واپسگراست که ایران رو به خرابی و ویرانی کشونده. دقیقاً پرچم ایران چجوری خواهد بود در آینده، این رو مجلس مؤسسان تعیین میکنه، نمیدونم شکلش چه خواهد بود، ولی ما هیچ ایرادی با پرچم شیر و خورشید نداریم، کما اینکه دیگران هم نبایستی مشکلی با پرچم کردستان داشته باشند. این پرچم جدایی طلبی نیست، این پرچم هویت طلبیه. شما در ایالات‌های مختلف آمریکا هم پرچم دارید. من در انگلستانی زندگی می‌کنم که ویلز و اسکاتلند و انگلند هر کدوم پرچم خاص خودشون رو دارن. ایالات‌های مختلف آلمان پرچم خودشون رو دارن. بنابراین کردستان هم میتونه در آینده هم احترام بذاره به پرچم ایران و خواهد گذاشت، و هم در این حال پرچم خودش رو به عنوان هویت خاص خودش رو هم نگهداری کنه. اصولا ایران آینده بایستی بتونه تحمل و ظرفیت این رو داشته باشه و به نظر من خواهد داشت که هویت‌های مختلف اتنیکی، فرهنگی، زبانی رو در خودش بپذیره، به رسمیت بشناسه، مورد حمایت قانونی، نه فقط حمایت لفظی، حمایت قانونی قرار بده و اتفاقا از این طریق وحدت و انسجام و یکپارچگی ایران و کشور ایران رو هم بهتر تضمین کنه. از آقای عبدالله معتدلی، دبیرکل حزب کمله کردستان ایران، و آقای خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، سپاسگزاریم برای فرصتی که در اختیار بخش فارسی صدای آمریکا قرار دادن. نسخه کامل‌تر بلند این دو گفتگو رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا و در وبسایت صدای آمریکا مشاهده کنید، در دسترس شما خواهد بود.